رحیم رشیدی هستم. امروز سه‌شنبه 13 آوریل 2010 میلادی در شهر پاریس در خدمت خانم لیدا قدسی، دانشجوی رشته هنرهای تجسمی در یکی از دانشگاه‌های فرانسه هستیم تا نظرات ایشان را راجع به تحولات اخیر ایران به ویژه در زمینه عکاسی و ابتکاری که بچه‌ها در این زمینه از خودشون نشون دادن جویا بشیم. خانم قدسی، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاسگزارم. لطفاً نظرات خودتون رو در رابطه با خلاقیت‌ها و ابتکاراتی که بچه‌ها بعد از دور دهم انتخابات ریاست جمهوری رژیم از خودشون نشان دادن و بعضیا میگن حتی رژیم رو در این زمینه به چالش کشیدن ابراز بدارید. منم از شما متشکرم به خاطر وقتی که گذاشتین و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. حقیقتاً اگر که بخوایم بررسی کنیم و بخوام خیلی راحت‌تر راجع به این قضیه حرف بزنم، بعد از انتخابات دور دهم اگر که بخوایم بررسی کنیم، من سوژه پایان نامه‌ام اصلا گذاشتم هنر و هنرمندان بعد از انتخابات. یکی از بخشایی که خیلی دارم روش کار میکنم مقوله عکاسیه، به خاطر حرفه و فعالیتی که خودم دارم. چیزی که برام خیلی جالب هست اینه که اگر که بخوایم عکاسی رو به دوران چند ماه، یه ماه قبل از انتخابات و دوران تبلیغات نامزدها بررسی کنیم و بعد از انتخابات، میبینیم که دوران قبل ما عکاسای حرفه‌ای خیلی زیاد داشتیم، عکاسی کردن زمانی که نامزدها داشتن با همدیگه رقابت میکردن. دقیقاً یک هفته بعد از انتخابات وقتی که نتایج اعلام میشه و درگیری‌ها شروع میشه، بازم عکس و عکاسی حرفه‌ای داریم میبینیم. یکی از عکاسای خیلی خوب و مطرحی که کار کرده، من کارشو خیلی دوست دارم و خیلی کمک کرد در این زمینه بهمون، اولیویه هست که یک عکاس خیلی معروف فرانسویه. این عکاس عکسایی رو که به دنیا معرفی کرد از زد و خوردی که اونجا داره میشه، زجری که مردم دارن میکشن، جزو عکسایی هست که الان توی تمام تظاهراتی که اینجا داره اتفاق میفته ما داریم عکساشو میبینیم. بعد از این یک هفته تقریبا ما عکس مطرح، نمیتونم بگم مطرح، عکس حرفه‌ای نمیبینیم، به این دلیل که عکاسای خارجی همه از کشور، از ایران اومدن بیرون. عکاسایی که برای داخل هستن و مجوز کار دارن یا درگیر شدن یا زندان هستن یا اجازه فعالیت پیدا نکردن، توی این فاصله میتونم بگم بزرگترین خدمت و بزرگترین لطف و ملت کردن، ملتی که با موبایل های معمولی خودشون شروع کردن به عکاسی کردن. بعضی ها رو میبینین وقتی که دارن را میرن، دارن عکاسی میکنن را میرن، دارن فیلم برداری میکنن را میرن. وقتی که فیلم ندا رو نگاه میکنین، بعد از چند دقیقه از این ماجرا فیلم پخش میشه و بقیه درگیری ها. شما نگاه کنین ببینین بچه ها با چه خلاقیتی یه گوشه قایم میشن عکاسی میکنن، از تو ساختمون دارن عکاسی میکنن، را میرن موبایلاشون روشنه دارن عکاسی میکنن، دارن صحبت میکنن، موبایل رو گوششونه، دارن فیلم میگیرن، را میرن. واقعا کمک کردن، یعنی به دنیا نشون دادن که چه اتفاقی اونجا داره میافته. وقتی که همه چیز به روشون بسته است، وقتی که با اون اینترنت محدودی که دارن به دنیا اعلام میکنن چی کار دارن میکنن، واقعا ممنون همشون هستم. خانم قدسی، در مورد عکاسی حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای صحبت کردید، فکر نمی‌کنید در شرایط استبدادی، چون امروز ایران آنچه مهمه افشای چهره خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی ایران و رویدادهایی که به وقوع می‌پیونده، نه اینکه مثلا حالا عکس حرفه‌ای باشه یا غیر حرفه‌ای؟ دقیقاً همینه. الان اتفاقی که داره می‌افته اتفاق خبری برای ما خیلی مهمتره تا اینکه کیفیت عکس و عکاسی. درسته که عکسایی رو که داریم می‌بینیم کیفیت خاصی ندارن،
خیلی آماتور گرفته شدن ولی ارزش خبری بسیار بالایی دارن برای همه. بچه ها همون گونه که اشاره فرمودید با موبایل هاشون و با ابتکارات شخصی، فکر میکنید که این روند یک روندی در پروسه یا در رشته مثلا هنرهای تجسمی یا عکاسی یا در شرایط خاص باشه؟ ببینید اصلا میشه، سوالم اینه که یه سوژه هست که مثلا دانشجویان در زمینه علمی و آکادمیک بیان در این چارچوب تحقیقات بکنن یا پروسه های طی بکنن و کارهایی بکنن؟ تقریبا کاری هست که من دارم شروع کردم به جمع آوریشون و دارم روش کار میکنم. تقریبا این 10 ماه خب نمیتونم نتیجه خیلی خاصی ازش بگیرم. تا اینجا خیلی مثبت بوده و حتی وقتی که به استاد راهنمام نشون میدم، با هم دیگه بررسی میکنیم و توی کلاس مطرح میشه، برای همه خیلی جالب و تعجب برانگیزه. ولی کم فکر میکنم اگر که بخوام یه نتیجه خیلی دقیق بهش بدم، هنوزم احتیاج به زمان دارم، احتیاج به این دارم که با بقیه هنرها مقایسهش کنم، با بقیه هنرمندا مقایسه کنم. اگر که دقت کنید هنوز مثلا توی نقاشی من پیدا نکردم بچه‌هایی رو که بعد از انقلاب فعالیت خیلی خاصی کرده باشن، ولی عکاسی رو به راحتی میتونین بگین، شعر رو به راحتی میتونین بگین، موسیقی رو به راحتی میتونین بگین که بچه‌ها دارن فعالیت میکنن. یعنی این هنرها داره واقعا به این جنبش کمک میکنه. یکی از چیزایی که واقعا خیلی کمک کرد خب عکس و عکاسیه. شما اگه لطف کنید یه بخش از کارهای خودتون رو در همین مسابقه کوتاه به ما نشون بدین یا به بینندگان این مسابقه بسیار متشکر میشم. یه مجموعه عکسایی رو که از 2 سال پیش شروع کردم به کار کردن، مجموعه اندرون و بیرونه که نمیدونم، شاید خیلی از دوستان با این مجموعه آشنایی داشته باشن. اتفاق خیلی خوبی که برای این عکس افتاد اینه که موزه لیون برای کلکسیون دائمیش این عکس رو، 5 تا از این عکس رو انتخاب کرد. شاید این بتونه یه کمکی به شرایطی باشه که زن ایرانی الان در ایران داره و میگذرونه. در این کار شما مشاهده میشه، ببخشید که سخنانتون رو قطع کردم، که یه دوگانگی وجود داره. میخواین چی بگین؟ یعنی این دوگانگی در سرزمین ما و در رویدادهای اخیر هم میشه مشاهده کرد. فکر میکنم وقتی که نگاه کنین شما این دوگانگی رو همیشه، من به شخص خودم همیشه این دوگانگی رو توی زندگیم دیدم. تا مدتی که ایران زندگی میکردم، وقتی که شما توی خونه هستین، توی خانواده هستین، با دوستانتون هستین، مسلماً اون رفتار و برخوردهایی رو ندارین که تو اجتماع دارین. توی اجتماع شما مدام خودتون رو سانسور میکنین، مدام خودتون رو یه جور دیگه نشون میدین، همیشه شرایطتون رو میسنجین. آیا الان اجازه دارم این حرف رو بزنم؟ اجازه ندارم این حرف رو بزنم؟ اجازه دارم با این آدم دست بدم؟ اجازه ندارم؟ من یادم میاد وقتی که فکر نمیکنه این شرایط یه ابتکار عمل به آدم ها میده و یه خلاقیت هم تو ذهنشون جا میفته؟ ببینید، به همه آدما نمیتونم بگم، شاید این خلاقیت رو به هنرمند میده. این محدودیت ها وقتی که به هنر ایران داریم نگاه میکنیم بعد از انقلاب، مسلما این محدودیت ها خلاقیت های خیلی خوبی رو به هنرمند ها داده. ولی کم به افراد عادی جامعه نمیتونم بگم خلاقیت میده. شاید این دوگانگی حتی بعضی وقتا یه موقع یه جورایی آدم رو اذیت هم میکنه. میتونی یه نمونه؟ یه نمونه این که خیلی دوست ندارم اینجوری بگم، ولی کن آدم احساس میکنه که دروغ و دروغگویی خیلی زیاد شده. یعنی در چنین چارچوبی کلاهبرداری و دروغ و هم دیگه خوب کردن و فریبندگی دیری رشد میکنه. مسلما هم همینطوره. شما یه بچه کوچیکو نگاه کنید، وقتی داره میره مدرسه، مادر پدرش بهش میگن که یه موقع اگه ازت سوال کردن نگی ما ماهواره داریم، نگی پدرت نماز نمیخونه، نگی مثلا مشروب میخوریم. خب اینا دوگانگیه دیگه. اینا چیه؟ در همین راست هست که این دوگانگی در یه بخش از کارهای شما نمایانه. خانم لیلا قدسی، از شرکت شما در این مسابقه کوتاه بسیار سپاسگزارم. منم از شما بسیار ممنونم.